عرض سلام و درود و خسته نباشید خدمت تمامی دوستان گل. حالتون چطور؟ امیدوارم که هر جایی هستید سالم سالم و همه سلام بشه، لبتون خندون باشه. من فقط هستم و خیلی خیلی خوش باید بکنم یوتیوبی خودتونو دمتون گرم باشه. آجی چقدر خفن شد پارتای ایرانمون، اونقدر هیجان انگیز و جذاب شد حقیقتا نتونستم ولش نکنم و میریم سراغش که ببینیم شرایط و داستانش چه جوری میشه. بی صبرانه با لذت با قدرت چون قرار سریع ببینیم چه اتفاقاتی بیفته. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشید. دوست داشتین خوش اومدین ویدیو با دوستاتون به اشتراک بذارید، پارت کنید ویدیو رو پیش رفیقاتون بگید آقا ببینید چقدر پسر پر انرژی از هفت صبح تا الان داره ریکورد میکنه. بنازم خوب مرام علی بفرستید. آفرین. خب بچه 39 که اقتصادمون مثبته، همچنان در تیراژ بالا نفت داره کش میشه در زمین های ما. متاسفانه مردممون خیلی دارن بر علیه ما شورش میکنن. عظیم. ببینیم تو قسمت بیلدینگمون میایم پایین. بیا 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 بیا. خب ما کلی چیزی داریم واسه آپگریدامون، ولی حقیقتا بخشای نفتیمون. خب با سمت عربستان، کردستان، باکو. باکو همچنان یه سری نفرات و آدما هستن که واسه همون چهار تا حرکت بذارن. اینم از شانس مایه. اومدیم یه ویل سپوتینگ تصویب کنیم. و خب جنگ داخلی خیوه رو داریم. حاجی من چرا نهیدم این جنگو؟ چرا من ندیدم؟ صندلی رو من گرفتی؟ میام بالا سرش. وایستا برادران کمونیست عزیز رو میبینین. خب آها ببین، خب هیچی بهم نمیده، من تروس دارم با روسا. تروس دارید بچه خیوه؟ ببینید طبق اون چیزایی که ما داریم طبق قانون ژنو، تحت هیچ شرایطی اینجا تو سنترال ایژیا، این تو سنترال ایژیا اینا نباید پاپتو اینا داشته باشن. با این حال درجه نفوذ روسا خیلی داره بیشتر میشه، هرچند که دشمن درجه یک هستیم. قدرت یک جهان از لحاظ نظامی، خب به خاطر اینکه انگلیس وارد جنگ داخلی شده، 24500 تا پاورشه. 24500 تا پاورشه. خب یکم خطرناک نی؟ ما چندیم؟ 12K. البته الان هفتم شده. ببین اون نیروی مردمیشو میاد اکتیو میکنه و نمیتونه کاری از پیش ببره. ولی من حس میکنم میتونیم بزنیمشون. میتونیم. باور دارم که میتونیم. جنگ بعدی بچا سر خیوه خواهد بود. از لحاظ دیپلماسی هم حتی میتونه انکسش بکنه. البته بهتر اگه انکس بکنه، ما دیگه مشکلی نداریم با این قضیه. دیگه انکس کرده و دشواری نداریم. ترنچ وار 4 سال همچنان طول میکشه. اینا هم هر کدوم از اینا 28 ماه طول میکشن. این بچا بخش اتومبیل رو بریم و وضعیت مالیات ها رو دبل چک بکنیم ببینیم چه جوریه. ما اتوریتیامون رو سر چیا دادیم؟ رود میگر. اوکی 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 وایسید من اینا رو اوکی بکنم. من دیگه اینو نیاز ندارم. حتی شاید باورتون نشه این رو هم نیاز نداریم. دیگه چی؟ سمت تبریز اوشاخلاری هم یه سری بافا رو زدم. اینا رو هم نیاز نداریم. پس در عوض اینها به مالیات بگیریم روی مثلا زغال سنگ. وای که چیز جالبی نبود بخوایم مالیات از زغال سنگ بگیریم، ولی خب 4 قرون پول میده دیگه. بچا مشروعیتمون 73 داره آروم آروم میاد بالا. البته مشروعیت که اینجا 61ه، یعنی مشروعیت اینکه ما رو به رسمیت بشناسن قوی میشیم. اینم حاجی یه درجه دیگه کم کن، سطح رفاه بیاد بالا، مردم عش بکنن، بریزن و بپاچن و لذت ببرن و رادیکالیستامون کم بشه. خیلی دارن شورش میکنن برای حکومت مرکزی. این بعضی دارن گشنگی میمیرن، بعضی ها استخون میخورن، اینا هست. خب بچه قانون ورسوتینگمون هم تصویب شد، ولی خب فعلا انتخابات نداریم. تا یه کوچولو اقتصاد من مثبت بشه ببینیم کیا بیشترین پول و ثروت و داخل مملکت دارن که مملکت هم به همونها برسه. باشه ببینید این سالانش داره کم و کمتر میشه. خوشحالم ننه. ایشالله آزادی قسمت همه. آجی بریتانیا رو ببین، سطح رفاه 11 ممیز یک یکیتون. واری کلا خیوا حالا حالا مونده.
دیپلماسی دیمند. میتونم من یه سوال دارم. من یه چینج رژیم بزنم بعدش میتونم انکسیت بکنم؟ دو جپی هم باید بجنگیم. مسئله خیلی مهمیه که اگه چینج رژیمشو بذاریم آیا میتونیم انکسش هم بکنیم؟ رژیم چینج یاد امام و سوسانو. خب بچه ها اسم منطقه چیه؟ بریتیش هورموز. دقیقا هم روشم. ما فقط بریتیش هورموز رو میخوایم. این از این. من هیچ چیز دیگه از شما نمیخوام. مکران رو گفته آزاد بکن، افغانستان رو لیبریت بکن و مازندران رو هم لیبریت بکن. و اینام هیچ کدوم تنش بهت نمیده نه؟ خب نمیده دیگه، لیبریت کردن اصلا نمیده. خب بچه ها علل حساب بیم یه توتال وار من شروع بکنم. داداشم آلمان بیا. اصلا کجا رو میخوای دورت بگردم؟ دانمارک رو میخوای؟ دانمارک مال تو، بهت میرسه. دیگه کیو داریم؟ اتریش رو داریم. چی میخوای دورت بگردم؟ حتی بذار اون بره. اوکی آلمان ساید ما رو گرفت. لیبریت ایرلند رو میخوای؟ بیا بیا دورت بگردم، لیبریت ایرلند هم به تو میدم. بچه دیگه آلمان از اون طرف هم اتریش مجارستان همه برادران رو وارد جنگ جهانی کردیم. امیدوارم بتونم هرمز رو بگیرم، امیدوارم. تعداد نفرات و ارتش ما تقریبا 200 تا که نه تقریبا 300 تا بیشتره. چرا همچین تنشی به هم داد؟ بخاطر چینج رژیم؟ خب رژیم غذایی ما عوض میکنم. اوه چینج رژیم بریتانیا رو زدم. پس بگو داستان چی؟ بیا آقا ما میریم تو فاز دفاعی و لاک دفاعیمون. با هیچ کسی هم کار نداریم. صد که هم اقتصادمون منفی میشه فدای تار همتون. قربون همتون. جونم جونم. ای کاش نجر و اینا وارد جنگ نمیشدن. کاشک. خب برادران اتریش و آلمانی تو شما بخواید دیویژن بیارید، یه 160 دیویژن کلن آوردین. باش من چجوری ایران رو هولد کنم؟ هرچه که اینجا نواییمون اوکیه. از میان شما ها کمی برگزیدم. یه 32 تا، یه 6 تا، یه 2 تا. 40 تا دیویژن شد. همونو پروموتش کن، بیارش اینجا. خب یه سری بچه دیویژنر ریز و درشت و فسخلی داریم که اینا میان سمت جبهه‌های مختلف ماها و از این نواحی میرن جلو. این شد کل کاری که من میتونستم بکنم. یا حسین. خب اوکی اوکی اینجا مثبته، برو بزنش، بگو که میزنیش. ما فقط بچه ها چینج رژیم رو زدیم و یه سری آزادی همین اینجا انقلاب داریم. این جنگ نجد بود. خب بچه ها روستایی ها دارن انقلاب میکنن سر رادیکال این قانونه. خب دورتون بگردم، زیاد مشکلی نیست، من بیا تصویبش میکنم. سخت نگی. خب این الان یک هم عجیب بود، اینا چجوری اومدن تو مون؟ بازی بزرگ، خرسا دارن عشق میکنن. واه واه بنازم آلمان. حاجی ناموسن زشته یارو با 3 تا دیویژن لند بکنه و شما به پشمتونم نباشه. یه کانویریت بزن. دو تاتون میکنم کانویریت بزن اینجا، حداقل سوسکی یه 4 تا کشتی بزنید. 20 به 12 بنازم جنرال فرانس لامبرت. چه جنگی، چه خونریزی. حاجی ببینید من چجوری جیرشون میدم. خب وایسید بچه، ما هرمز رو به طور کامل و قطعی گرفتیم. ما فقط ارتشمون تنها مشکلی که دارن باید همشون برن تو لاک دفاعی. بیا دیفنس، علی دیفنس، حاج دیفنس.
ببین ترانسفر دانمارک رو که میتونی بگیری، آفرین. ببین ما نیازمند اینیم که وارساپورت ها بچه ها اوکی بکنن. بودجه نظامی رو هم زیاد کن، بلکه بتونیم یکم مقاومت بکنیم در برابر اینا. چرا ادوانس میکنی؟ چرا ارتش منو به چخ میدی؟ پدر سگ. آجی بذار دفاع بکنیم اونا حمله بکنن، اصلا نیاز نیست باشون درگیر بشیم. آجی ارتش منو به چخ دادن، سر همین کار اصلا شکست میخوریم. بنازم ببین این، من این اون چیزی که من میخواستم. ماشالله بمیرین. بزرگترین جنگ رو بچه مشاهده میکنین که بیشتر ارتش هم شامل خودمه تو لاک دفاعی، ولی خب آلمان ها و اینا هم هستن دیگه. یه جنگ ببینید زدیمشون مثبت 20. بابا علکی ادوانسینگ نکنید، شما از جنگ میکشید کنارا. بچا لندای شما رو داریم که آلمانا دارن حقیقتا دفاع میکنن. اینجا یه لند سنگین داره میخوره. بچا میخوام بازی رو جذابش بکنم. شما 16 تا بیا اینجا با همین دیویژن ستایی لند کن. من میخوام ببینم بریتانیا چجوری اکت میده نسبت به این موضوع. خوبه اگه بتونیم ادوانس همونم بزنیم. حاجی نور علا نور میشه، ولی من میترسم ادوانس کنم. بیا بسپنگ به 28 گفتم حاجی. زدیم خوردیم. گفتم بچه ها میترسم ادوانس بکنیم دیگه. 116 جنگ بزرگمون اینجاست که اینم خوردیم. گوشم بابا این 109 تا بیاید. ولی آخه ادوانس تو بزن اشکال نداره، جنگامون هم داریم میخوریم، فدای سر همتون. ولی لند اینجامون میشینه، خیلی هم سوسکی هم میشینه. رفتی تو نیویشو دیر آورد. برو 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 استپ برو. اون مهم نیست، جبهه اونور مهم نیست. ایلنده رو آزاد کن عوضی. بچه اون چیزایی که ما میخواستیم رو گرفتیم، هرمز رو پس گرفتم. اینجا من نمیدونم بلوچستان رو چجوری اومدن تو مون، چجوری ریختن تو بلوچستان. و چرا جنگایی که میبریم حتی اون دیفنسیو برگردونده نمیشه. آه الان برگشت خدای شکرت. او از اینجا اومدن دیدین، صندلی رو از من گرفت. بیا بچه یه ادوانس ریز و نمکی من اینجا بزنم با دو تا دیویژن. 54 تا سرباز جدیدم بچه اینجا اومدن دیگه. شما تو فاز ادوانس نباشید لطفاً. دمتونم گرم، عالی بودید. هرچه که بچه بافمو خیلی مثبته ها. وار ساپورت من صفر شد. اینجا رو هم گرفتیم. برو بچه وقتشه که کمپانی رو قشنگ گوشمالی سنگین بدیم. خب الان بایست ببینم اون سه تا دیویژن هم کوکتل شد. خوب ولی رندشون رو زدم و قبول دارین. یه لند ناب محمدی زدم. بچه باید بریم جلو. آفرین همینه. ارتششون رو بچه جیر بدیم. بریتانیا ضعیف و ضعیفتر بشه. قدرتش چقدر بریتانیا الان؟ قدرت یک دنیاست. لاو ادوانسد. ببین من کیم که چنج رژیم بریتانیا رو میزنم. خب اینجا یه سری لند داریم. بابا ناموسن خیلی حرکتتون چیپه، دیویژن ندارید واسه لنداتون. مگه هر اتفاقی بیفته سری جلوشون رو میگیرم دیگه. بچه ترس من اینه که الان وارساپورتو اینا خدایا شکرت مثبت 44. چه جنگی ماشالله. مثبت 23 زورم نمیرسه. کنسل کن.
جنگی هوچی زدیم؟ شیت دوستش داشتم بچه ویلس ووتینگ رفراندوم اینم از این همون شد و رفت مشروعیت صد حالا بریم اش کنیم. خب بچه ها اینجا لندای اینا رو زدن، این 29 تا دیویژن گذاشته اینجا، من متاسفانه من نمیتونم لند بزنم تو خاک بریتانیا. شما جنگاتون چجوریه بچه؟ یه جنگ 185 به 219 رو داریم که اونم شکست خوردیم. دفاع رو میگیریم ها، همه تون تو حالت ادوانسین. قدرت هم چنده؟ بچه داره میاد بالا دیگه، 46% مسیر راه رفتیم جلو. خب این بده، الان من احساس میکنم وارساپورت آلمان و اتریش مجارستان منفی بشه، ولی اینا ما زمینامون رو گرفتیم. دیدی چی شد؟ دیدین؟ زارتی ارتشش عقب نشینی کرد، یعنی 200 ارتشش برگشت، 300 تاش اومد اینجا. خب من جونم هم بره از مرز و بومام دفاع میکنم. خب یه جنگ جهانی که حقیقتا شروع کردیم، قسمت میلیتاری چیزی داریم بافی بدیم؟ مگه اینکه آلمان سری دیویژن بیاره؟ نمیارن حاجی، 332 تا دیویژن گذاشتی واسه عمت. همون اگه میومد اینجا کمپانی سقوط میکرد، کمپانی رو کامل میگرفتیم، حالا اینو یه کاریش میکردیم. اینجا بذار من کرمامو بریزم، 3 تا دیویژن من کو نگاه کن. اسکله برو پسر میلیتاری. بچه بریم تو فاز ترنچ، اونجوری حداقل راحت میتونیم دفاعمون رو بگیریم. الکی ادوانس نکنید بابا، بی خودی دارن ادوانس میکنن، مثل سگم دارن میخورن، ارتش منم دارن به کشتن میدن. آجی نافکنه در یه زدم، ولی کنسل کن وایسو. 84 تا نیوی آورد، برو در رو در رو آفرین آری کلا. ولی خدایی باید وارساپورت اینا منفی میخورد بریتانیا. البته چینج رژیم زدم، باید اون آجی نظرت چی همینو پیستیل بدیم؟ آجی این آخرین تلاش من بود ترمز رو بگیریم، نمیشد اینا داشتن وارساپورتشون منفی میخوردن. ولی کمپانی داره وای کمپانی چرا دقیقا بعد از جنگ من کمپانی داره چیز میشه؟ خب مشکل کمپانی هم نیست، برگردونیم به قبل جنگ، من یه سیو بگیرم دیدیم اگه نمیشه پیستیلو میزنی، ولی کمپانیش داره سقوط میکنه. اوکی این از این، یه سیو بگیر. بلافاصله جنگ تموم شد بریتیش روج وارد جنگ داخلی شد. عجیب نی؟ واقعا عجیبه. خب کی داره کجا لند میزنن؟ پرشیا؟ باشه من لندشو نمیبینم. آه لند منه، کنسلش کن. ویژن هم ندارم لند بکنم، آج نیوی هم نداریم. ویژن ها رو ببین، همه جا سرباز گذاشته عوضی. اینجا
enemy in default. خدا این نباید وار ساپورت اینا منفی بخوره، آخه چیزی ازشون کم نشده. منفی 6 منفی 20. کمپانی هم نرفت تو جنگ داخلی. الکم الکم آقا بیخیال، از شماها به ما رسیده، نتونستیم حاجی، حیف شد. ولی رابطه همون بچه باش خراب شد. اوکی این پوان مثبتیه. 5 سال بعدی میتونیم با همین اتحاد و با همین شوکت و با همین عظمت رنده شونو بزنیم. من مدیونت میشم. Request Embassy. بیا مالیاتو من یه کوچولو زیاد میکنم بچه، اقتصادمون مثبت از این بشه، مثبت تر از این بشه. این صده میری بالا یا نمیری بالا؟ آجی چقدر جنگ مسخری، چه وضعشه؟ میری بالا؟ نمیره بالا بچه، رو 50% گیر کرد. خب کارمون سختتر میشه ولی حداقلش میتونیم یه حرکت انجام بدیم، ریدیوس اتونومی هامون رو بزنیم، اونم از نجد. 40% چانس داشت قبول بکنه. شما ستا بیاید اینجا، شما 10 تا هم به راحتی بیاید اینجا جنگو تمامش بکنی و یه اتونومی ازش کم بشه و کامل پاپتمون بشن. آقا جنگ سر اینه. اوکی اوکی این میخواد ماوا رو بگیره، کوتا رو چه میدونم ریتین بکنه، اسلیوری بن همه رو زده. بریتانیا چه سگی شده بچه. 5 سال دیگه یه چانس ریز کوچولو و نمکی داریم واسه اینکه ما هرمز رو برگردونیم به واسطه آلمان و اینا. حال من مجبور شدم چنج رژیم بزنم ولی اقتصادمون هم خیلی منفی شد. ولی رادیکالیسامو خدا رو شکر خوابیده، دیدین؟ خدای شکر رازیم به رضای خدا. حتی من میتونم یه درجه دیگه مالیاتو بیشتر بکنم تا اقتصادمون مثبت‌تر و بهتر از اینا بشه. پرایوت ها هم داره گندم میسازه توی پشتونستان. بساز دیگه واسم، بساز بیشتر، بساز خفن، بساز. نجد بکدام کرد، با لاهجم وارد جنگ شدیم. خوبه الان وضعیت چطوره؟ 103. با این الاینس دارم سمت تبریز هم آجی بذار اینا سلبریت بکنن، اش بکنن. رابطه منم با چاینا خوبه، باید یکم رقیبیم. این سر بازی بزرگه حاجی، ما هر کاری هم بکنیم رابطه همون با روسا اوکیه، ولی این نباید زمین داشته باشه. هرمز رو هم باید بگیریم، دو تا کار ازمون میخواد. ایشالله چند سال من تو روس دارم. چند سال؟ تا سال 1914 4 سال دیگه بچه ما تروس داریم و حقیقتا فعلا نمیتونیم کاری بکنیم. مهم من بس ماشالله بساز پنجابو. حالا مهم هم نیست حاجی، ساخت و سازای پنجاب رو هم انجام بده، این باعث میشه حداقل پول بیشتری بهمون بده. حیف شد حاجی، ای کاش چنج رژیمه نبود و آخه میخواستیم رابطه همون هم بد بکنیم. اونجوری هم 30 هفته طول میکشید. 30 هفته چقدر میشه؟ ماهی میشه 4 تا مهره دیگه حاجی، اونم 7 سال اینا طول میکشه. 7 سال آره دیگه، 7 سال و 2 هفته. پس بهترین کارو کردیم آجی، با بریتانیا وارد یه جنگ شدیم که ببینیم 5 به 5 بشیم چه اتفاقی میفته. دیدیم آقا ستایی اتحاد بزنیم زورمون میچربه بهش. من میتونم هرمز رو حداقل یه استیت اینجا رو برگردونم.
به شرطی که اینا دوباره حمایت بکنن ها. بیا نفوذ بعدی رو بچه من بذارم تو بالکان و همچنین ایتالیان رو. بیاید اون سه تا دیویژن کو اینجا دورت بگردم. بیا اینو پاره کن بچه. تنشمون 41 حداقل تنشمون هم داره میاد پایین. 25% به خاطر احمد قاجار. گم شو بمیر دیگه. اه پسرت که محمد علی قاجار، یکی از یکی خرتر. ببخشین دا، یکی از یکی عوضی تر و شلکس تر. سمت ارومیه داره شیشه میسازه واسمون. مردم شیشه این مکن، شیشه مکن بهر کسی. 107 این سالانه 17 بده ما 20 سالی 7 چند سال دیگه بازی تمام میشه؟ 25 سال دیگه. 25 تا 8 نمیرسه. میرسه؟ بگم برسه. نمیدونم فعلا تو بازی بزرگ گیر کردیم دیگه. 104 این آروم آروم داره میاد بالا بالاتر. حالا اینا واسه ما شاخ شدن، سرباز ساختن. کنکند انکس سابجکت. نه آجی من باید با روسا برم تو جنگ. ترکیه یه استیت هم بدم نمیاد بچه. از ترکیه تیغ بزنیم و ولی میریم تو جنگ، اقتصادمون منفی میخوره دوباره. این هست که بعده این بچه ها ارتشمونم مثلا اینا رو برداریم و بعدا بهش اضافه بکنیم. بیا خوبم تأثیر میذاره رو اقتصادمونو. راشا ساید وید گریس. نگو کن حاجی جون، به جونش بکنی اصلا به خاطر اون مسیرهای چیدش رابطهش با ما عالیه. بشین رو دنبت دیگه. هی میخوام استقلال بکنم فلان بکنم. باید پرسویس بکن. ببخشید. خب این قانونم بچه ها میخوان تصویر میکنم واسه تون. آجی ما چی رو داریم دیگه؟ رضا پهلوی هنوز نیومده؟ حکومت بچه ما میتونیم از حالت سلطنتی هم در بیایم. مثلا نمیدونم بریم حکومت پارلمانی. آنتی بریتیش ارکان بابا بذار رادیکالیست شن. بچه سطح رفاهمون 11 خوبه. بس دنبال یه چیزی میگشتم پیداش نکردم. 11 خوبه حاجی، یکم کم بکنیم تا 12 هم میاد سطح رفاهمون. خیلی داریم فشار میاریم به مردم دیگه. آقا چاره ای نیست دیگه، باید قبول بکنن. یا باید بپذیرن یا باید بپذیرن. دو تا از این حالت ها بیشتر نداریم. خب 104 دیگه نمیره جلو و باید ما فتوحات بکنیم یا ریدیوس اتونومی بزنیم. بهتر بیا اینجا جنرالت کو. آجی یه نکته، چند کی داریم سر این بروکراسی میدیم؟ 39 کی. بیا اینو درستش کن. زیر ساختم نداره این. سازه رو باز کنیم بچه یه کوچولو. اقتصادمون شدید و لحن شاید منفی بشه ولی مهم نیست. بریم تو فاز استیل. بریم مهم نیست بچه. 143 که اقتصادمون انگار تو جنگیم، اصلا اهمیتی نداره. واقعا هم تو جنگیم. او مردم اصفهان شورشی باشه؟ یا آقا من نمیخوام رابطم با شما به هم بریزه.
آچه رفتیم تو فاز استیل، اینجوری حداقلش پرایوتامون هم بیشتر میسازن، هم اوضاع شرایط یکم بهتر میشه. بودو 6 هفته دیگه، 5 هفته دیگه. خب اینم بکشتان کرد برازم. ماشاءالله مشروعیت و قدرت یه کوچولو یه دونه اومد بالا. میگم باید زمین بگیریم دیگه. مثلا نمیدونم منطقه قفقاز رو بگیریم، اینا رو بگیریم. تنشمون هم میاد بالا، تنش هم به اندازه کافی نداریم. مهم نیست، ولش کن. خب ماشاءالله پسر، 138 که اقتصادمون منفیه. چقدر نرخ بهره داریم میدیم؟ 53 کی میبینین؟ یعنی چقدر تأثیرات جر و جری داره میذاره رومون. خوبه دیگه بچه، دیدین که عملا هر چقدر قدرت ما و مناطقمون بیشتر و بیشتر بشه، مشروعیت هم میگیریم. باید خیلی بزرگتر این حرفا بشیم. یه جنگ با روسیه من میرم سر اینکه کامل منطقه خیوه رو بگیریم و کشوری تحت عنوان خیوه وجود نداشته باشه. با 220 کی 12 کی آجی پول نمیدن، مهم نیست. بودو 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 سه تا ساخته شد، فکر کنم باید کنسل کنیم دیگه. یه هفته دیگه هم صبر میکنم به عشقت، برو حال کن. تمام، برو بشین رو دنبت. خب اینم از این بچه. 56 درصد چند سال اقتصادمون هم 64 کی مثبته، ولی پرایوتامون سنگین رو بیشتر میسازن دیگه. حداقلش حداقل حداقلش هیچی نباشه اینو بیشتر میسازن. بیا یکم سازامون هم آپگرید بکنیم، والا بد نی. 71 اتومبیل هم بساز، دمت هم گرم. صنعت کشتی سازیمون، آرت هم که نمیخوایم. بیا خوبه ماشالله بچه. 60 که اقتصاد مثبته و مشروعیت 111. کانادا ساید وید ایجپت. در جام بهمون گفت بیا. خب ما زورمون نمیرسه. زورم نمیرسه حاجی، من چیکارش بکنم؟ الائنس همو بریک کنم باش. ای خدا حاجی، بکش بیرون بریتانیا. اه آفرین، این هم چیز خوبی بود، جواب بود. یا همچنان من روابطم با روسا به هم میریزم. خدایا خودت برس به داد این مملکت. 54 که ما اینترست داریم میدیم، اگه نمیدادیم اقتصادمون از این که بود مثبتتر و خفنتر میشد، ولی ترنچمون باز شد. تبریک به همه. الان بذار ببینم چقدر ما اتومبیل کو 3500 داره میده. انتخابات، این سوشیال پارتی ها قدرت میگیرن احتمالا، ولی خب پروگرس اینا خیلی بیشتره. وای خدا 115 35 ترانسفر سابجکت چی داره مگه؟ 72 که اقتصادمون منفی، چیز مثبته. چه کنم؟ بچه اگه جنگمون خیلی فرسایشی بشه، مردم ببین چقدر بدبخت شدن که انگلیسی ها دارن میان تو کشور ما. خیلی باید بدبخت و حقیر شده باشی که این اتفاق بیفته. خب We have been a subject، به مدت 10 سال سابجکت باشیم میپره. این باید پاورمون اوکی بشه و ما هرمز رو بگیریم
و بازی عملا تموم میشه. یه دونه ما هرمز میخوایم ماجور پاور بشیم و اینجام چیز نداشته باشه، پاپت نداشته باشه. دیگه تمومه. ببین من احساس کنم ریترن استیت های کاملمونو بزنیم جنگ روالتر و اوکی تر میشه. ببین اینجا ارمنیا ازبک من اینو میخوام. خیوان نمیدونم چی شیه این اسم استیته. بیا خیوان ترکمن. بچه تنشمون 61% شد ولی اهمیتی نمیدیم. از اون طرف با آلمان هم ظاهرا وارد جنگ و خونریزی شده. چین سایت گرفت. چین چرا؟ اوف. بریتانیا با سنت گذاشته دیگه، بکش بیرون. سر منطقه سیخ امپایر میاد بالا سرمون. از اون طرف هم بچه آلمان رو داریم. ما فقط یه سری مناطق از خودمون رو میخوایم. ازبک، خیوان. بریم ببینیم چی میشه دیگه. بیا اونجا بچه آلمان اگه بتونه به اندازه کافی از این عوضی بکشه ما راضیم. البته برو تو روسیه. سر چه جنگی اینو ساید گرفتن؟ شدم فیکه. چی زده روم؟ تاجیکستان یه قسمتی از اینجا رو بگیره. من که نمیترسم. بریم. من واقعا نمیترسم ازتون. Last stand. نه این نه. بچه نه که اقتصادمون مثبت با اینکه ارتشمون رو خوب آوردیم جلو. فرین افتاد یکی منفی شد. اتومبیل برو با یه بیل. بچه اشکال نداره سطح که اقتصادمون دوباره منفی میشه ولی حداقلش زورمون به این چینی های عوضی میرسه. به تو فاز دفاعی خوبه. بچه ارتشمون هم دارن آپگریداشون انجام میشه. خوبه. فعلا مثبت 3. خب شما چلتان بیایید. بچه آروم آروم داره بچه اینا رو آپگرید میکنه. از اون طرف آلمان هم شدیدن ببینید من خیلی مسخره است. چینی ها اکثرا اینجا نو. تو میتونی بری جلو. تو اینجا برو جلو که چینی ها مجبور بشن بیان سمتت. ما یه ساید دیگه رخنه میکنیم بریم جلو. بچه آلمان کارش خیلی ایزی و هموار شده. ببینیم جنگامون چجوری میشه. این که رفتیم تو چین. دیگه نرو. میشدم میتونی بری. بی برو. یکم عجیب نیست اینا حمله نمیکنن. دقیقاً. الان حمله کردن یه کوچولو. برو جلو تو. چه لاینا به هم ریخ. شیت. برید. بیا. بچه من ریسک میکنم. این از تو. اینا هم که همه فاز حمله. آخیش.
ماشاءالله بچه، حداقل در تیراژ بالا من اینا رو بکشم و اون مناطقی که نیاز داریم رو سریعتر بگیریم. 239 که اقتصاد من منفیه و من فقط اون زمینای خودم رو میخوام، همین ولا غیر. خلاص برید تو فاز دفاعی. الان همونایی هم که گرفتیم به چخ میره. نیروهای عوضیشون رسیدن. خوبه. یا حداقل کل زورمون میرسید همین بود دیگه. خب حداقل یه سری پیشروی ها حداقل از قبل مونده. بابا تخلیه کن برو اون ور دیگه، آلمان اومد توت. ببین بچه ما استیت های اینجا رو کامل میخوایم که وار ساپورت اینا منفی بخوره ها، ولی احتمالا ورشکست کنیم. اصلا هیچ تأثیری نداره. نه نداره دیگه حتما. حمله نمی کنم بچه، مجبورم من حمله کنم. باید از این فرصت نهایت استفاده رو ببریم. 32-23 اینجا رو زدیم. 45-55 خوردیم. هی بابا روسای عوضی. دیدید چی کار کرد؟ پونصد تا دیویژن. خب جنگ روسیه هم که به پایان رسید. خوردیم. متاسفانه خوشبختانه جنگ رو خوردیم. دیگه حریف چین من نمیتونستم بشم این وسط کار. کل ارتششون هم اومدن اینجا که قشنگ به خاطر یک هدف پارمون کنن. چند به چندیم بچه؟ 550,000 نفر به 200,000 نفریم. معلومه قطعا میخوریم. باید عجله که اشتباه کردم، باید با آلمان با هم می اومدیم تو جنگش. این فایده نداره، اصلا فایده نداره. بذار ببینیم چی داریم. سیف. اوه ول کن آقا.